دمای هوا در شهرهای ما بیشتر و بیشتر می شود. ساختمانها، سیستمهای تهویه مطبوع، ترافیک شهری و فعالیتهای صنعتی گرما ایجاد می کنند. برای شهرسازی پایدار و سازگار با محیط زیست چه کاری می توان انجام داد؟ محققان طرح اروپایی اوربنفلکس می خواهند پاسخ این پرسش را بدانند. داشتن محیط شهری متناسب با تغییرات آب و هوایی اهمیت زیادی دارد. طبق پیشبینی سازمان ملل متحد 70% جمعیت جهان تا سال 2050 در مناطق شهری زندگی خواهند کرد. به همین دلیل هم کنترل و مدیریت گرمای حاصل از فعالیت‌های شهری مهم است. اهمیت طرح اوربنفلکس در این است که برای اولین بار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای می توانیم تعادل انرژی و توزیع آن در زمان را برآورد کنیم. می توانیم میزان بالای گرما در نقاط مختلف و همینطور گرمای تولید شده از فعالیت‌های انسانی را به دقت بسنجیم. در هراکلیون در یونان هستیم. در اینجا ایستگاه هواشناسی در نقاط مختلف شهر برای نظارت بر دمای هوا نصب شده. با این سیستم داده‌هایی را از اینترنت در آزمایشگاه دریافت می‌کنیم. در نتیجه می‌توانیم شار گرمایی را در زمان واقعی بگیریم. با مقایسه این داده‌ها با داده‌های ماهواره‌ای به یک ارزیابی کلی دست پیدا می‌کنیم. این سیستم داده‌سنجی از راه دور هم در کلان شهرهایی مثل لندن آزمایش شده و هم در شهرهایی مثل بازل که در آن از انرژی‌های پایدار استفاده می‌شود. این ایستگاه‌ها داده‌های مربوط به هواشناسی را گردآوری می‌کنند. این ابزار هم سرعت و جهت باد، دمای هوا و هم میزان رطوبت را می‌سنجد. داده‌های مربوط به میزان گرمای حاصل از فعالیت شهری را که ایستگاه‌های هواشناسی در محل اندازه‌گیری کردند، با داده‌های ماهواره‌های برنامه کوپرنیکوس ترکیب می‌شوند. استفاده از ماهواره خیلی مهم است، به این دلیل که اولا توزیع مکانی دمای سطح زمین را ارزیابی می کنیم. دوم اینکه با ماهواره های سانتینل 2 و سانتینل 3 می توانیم دمای هوای روی سطح زمین را چندین بار طی یک روز اندازه بگیریم. میزان گرمایش در شهرها از متوسط گرمایش جهانی بیشتر است، به ویژه هنگام موج گرما که باعث مرگ تعداد زیادی از افراد هم می شود. با نتیجه تحقیقات و آزمایش‌های این طرح می‌توانیم کیفیت خدمات بهداشتی را بهتر کنیم. پیامدهای افزایش دما را به ویژه در جنوب اروپا و در مدیترانه مدیریت کنیم. سیستم سنجش از دور حرارتی می‌تواند آینده شهرسازی را متحول کند. این طرح تحقیقاتی چه تأثیری بر کیفیت زندگی شهری و شهروندان دارد؟ نتیجه این طرح این است که می‌توانیم نحوه انتشار گازهای گلخانه‌ای را در مقیاس محلی بررسی کنیم. این بررسی برای پروژه‌های بازسازی زیست اقلیمی مفید است و می‌توان از آن برای مطالعات مربوط به بهبود شرایط آب و هوایی در شهرهای کوچک و محیط زیست استفاده کرد. استفاده از داده‌های این طرح به جوامع محلی کمک می‌کند تا از استراتژی‌های توسعه پایدار شهری حمایت کنند.